که حرف ولسی جرگر کس نمیشنوا و ریاست رئیس جمهور خلاف تصامیم ولسی جرگر عمل میکنه، چرا در بازی ولسی جرگر آقای قانونی بسته نمیکنه تا وقتی که تصویب ولسی جرگر احترام کنه آقای کرده و کلشان شیشن ماش میگیرن و دروغ میگن یبه کلتان برای این دروازه رو بسته کنی یا گپ ما وقتی که شما قانون ساز هستین باید این قانون هم در تطبیقش کوشا باشید. و مسئله دوم از آقای رنجبر من میپرسم که از مسئله اکادمی که زیاد تشریح کردن من خواستم بپرسم که آقای کریم کبیر رنجبر من بگویند که در بازار اقتصادی یا در بانک های جهانی سود و نرخ سود چی است، تشریح کنند سود و نرخ سوده. و دیگه سوال من این است که بگویند که در جامعه بشری دو سیستم وجود داره، یکی این که سیاست اقتصاد یک کشور می سازد، در بعض از کشورها اقتصاد سیاست می سازد، یعنی تفاوتی از این دو سیستم چی است و در افغانستان کدام سیستم جریان داره؟ تشکر از شما. این سوال های بسیار طولانی و قابل بحث. رنجبر صاحب شما اگر لطف کنین به این سوال ای آقای کمی همه تو مختصر که باز ما یک چند تا اعلان داریم باز بر میگردیم. ما فهمیدیم در ارتباط به سوال اول اینها واقعا ما آقای فرهنگ به کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر تطبیق قانون دعوت کرده بودیم، بر مبنای قانون اساسی از اونا استجواب کردیم و قضیه از این قرار بود که از طریق اصلاحات اداری یکی از رؤسای امی وزارت موافق شده بود در رقابت آزاد با ما آقای فرهنگ یک منصب هوایی را که هیچ ارتباط با وزارت تجارت نداشت در اون پست ریاست مهمی جوازنامه ها مقرر کرده بود و این آدمه که در رقابت برده بود دیگه نمیپذیرفت. بالاخره این رفته بود به ریاست جمهوری مراجعه کرده بود، رئیس جمهور فرمان داده بود که باید مقرر شد و آقای فرهنگ این را نپذیرفته بود. این رفته بود به ارتشاء و فساد، اداره ارتشاء و فساد، مبارزه علیه فساد و ارتشاء، اونجا هم یک مکتوبی بسیار جانانه اونا داده بودن که شما از موقف خود هستید و چوکی خود سوی استفاده میکنین، آقای فرهنگ این برده و موافق شده باید این مقرر شود و اما این رو بازم نپذیرفته بود. او آدم رفته بود برای اولین دفعه به افغانستان یک آدم پیدا میشه که میره به محاکم قومی دعوا میکنه، به محکمه ابتدایی هم برده بود، به محکمه استیناف هم برده بود، به سر محکمه هم به محکمه تمیز هم این برنده شده بود و محکمه حکم قطعی صادر کرده بود که اینمی رئیس باید مقرر کنند. به حدود 8 ماه میشه که آقای فرهنگ رو مقرر نمیکنه. بالاخره این مراجعه کرد به کمیسیون ما، کمیسیون ما نظارت میکنه از تطبیق قانون، اینی ما بدنی ارتباطی را استجواب کرد و آقای فرهنگ ما دانی زمان از سر محکمه رئیس دارالانشاء دعوت کرده بودیم، آقای وردگ از اداری امور ریاست جمهوری دعوت کرده بودیم، از اداری ارتشاء و فساد مبارزه علیه ارتشاء و فساد دعوت کرده بودیم، خود آقای فرهنگ آقای مهمه خود آمده بودن، نماینده سر محکمه هم در تایید ما گفت که فیصله قطعی محاکم او واجب الاحترام است باید عملی شده و در غیر از او این نقص ماده 129 قانون اساسی است که تا خود رئیس جمهور نمیتونه که فیصله های قطعی محاکمه تطبیق نکنه و الا تنها در مسئله قصاص است که خودش امی استثناء در خود قانون اساسی تسجیل شده. و این ارتباط ما امی مسئله را مطرح کردیم که در ارتباط در این زمان یک سند بسیار مهمی که در امی فساد بر مولا میساخ که در حدود 30 میلیون دلار در دو سال به کمپانی های مختلف فرستاده شده بود به خاطر وارد کردن تیل و گاز و اما این تیل و گاز در این زمانی که پول نقد فرستاده شده بود تا به امروز به حدود 9 میلیون دلارش دوباره این امتحه امی تیل و گاز فرستاده نشده بود و پول در اون کمپانی های شخصی امی اولیاء امور او دوران میکنه و دوران میکرد. اینی مزور هم ما به اونجا افشا کردیم. اینی مسئله بود که باید ما انجام بدیم. واقعا امی دوست ما گفت که چرا ما استعفا نمیدیم و در خود امی ولسی جرگه وضع خوب نیست و واقعا ما در بسیاری از مسائل نمیتونیم که اکثریت داشته باشیم، یک تعداد محدودی است که اونا در سنگر منافع مردم هستند، اکثریت اینا در زدبنها هستند، در معاملات
مفادات هستن، مسائل قومی هست، مسائل تنظیمی هست، مسائل منافع شخصی هست که اونو مانع کار سریع و مانع نظارت دقیق از قوی اجرایه میشه و اما مانع میتونه استفا بخاطر از این که حداقل صدای مردم ما بتانیم که بلند کنیم. و میکنه خود از این بزرگوار سوال میکنه که ما به یک مورد معین از وزیر تجارت ما استجواب کردیم، خود از این حداقل یک نقش روشنگرانه در بین مردم داره، مردم و متوجه فساد به اداره میسازه. اینی موضوعات است که باید باطن به دیر ما چی میکرد باید با ما تحقیق کنیم. و اما در ارتباط ما مسائل علمیه که اینا سوال کردن که سیاست فساد میسازه. رنجبر صاحب بوره یک جمله جمله که او بشار سوال چی اکادمیک رشتی هم هست فقط یک جمله مرد میکنم. یردیش با هم ارتباط ناگسستانی داره، این با هم مرتبط است. ما یکی از دیگه این جدا نمی ساخته نمیتونیم، حتی سیاست اقتصاد نمیگن، خودش نشان میده که اقتصاد سیاست جدا نمیشه، اقتصاد سیاسی میگن. اینا یکی بر دیگه تاثیر میگذاره. یک سیاست خوب اقتصادی باعث رشد اقتصاد میشه، اگر سیاست خراب اقتصادی باشه اقتصاد خوب شگوفا نمیشه، رشد نمیکنه. در عین زمان ما ببینیم که امو پروبلمای اقتصادی سیاست میسازه، حتی در ساحه بین‌المللی در جهان سیاست سازی میکنه. یعنی یکی بر دیگه لازم و ملزوم هستن، تاثیر میگذارن و این تاثیر از این زنده و بسیار فعال است. رنجبر صاحب ایتو میکنیم که یک بریک میگیریم، شما هم یک انقطاع بتین برای خود برای یک چند دقیقه، یک پنج ده دقیقه بعد باز برای تان تلفن میزنیم صاحب، باز یک چند دقیقه صحبت میکنیم. دوستا فراوان تلفن کردن میخواه شما سوال کنن و ما هم سوالا فراوان داشتم، متاسفانه تو به مو یک جای منجمد شدم بحث ما سر گذشته ها و رژیم و اینا، مگر او هم خوب است و صفکاری میشه، خوب است که شما صحبت کنین، ما هم یک تفاهم باشه، یک دریچه باز شد، شما هم به حساب خوب است برایتان که روشنی بیاندازین بالای گذشته ها و افغان ها هم بشنون سوال کنن، شما هم حوصله داشته باشین، یک شخص اکادمیک اگر شما مهربانی کردین که هستین دیگه باید با سوالای مردم بیشتر به سینه فراخ جواب بتین و مختصر. رجبر صاحب زوبه بیرته بیا راسم و تاثر به بیا سر و غگی گو دسی و لست دقیقه مات وقت را کسی سعید خطاب سعید تجاس او پختای میوز فیلان سپارلی. دوستان عزیز بعد از پخش یک چند اعلان و خصوصا اعلان